کتاب وسائل الشیعه. این روایات ما هست دوستان عزیز، خوب ببین. کتاب وسائل الشیعه مجلد 15 چاپ سال 1429 در مؤسسه آل البیت این کتاب چاپ شده. این صفحه 101 در این کتاب. بله، سکن المسلمی دار الحرب، باب تحریم تعرب بعد الهجره، این که انسان بعد از هجرت کردن دوباره به بیابان برگرده، و این که مسلمان حکم، این که مسلمان در دار کفار زندگی بکنه حکمش چیه. رقم روایت 20070 از کتاب شیخ توسی در امالی با سند مذکور از وجود مبارک حضرت امام صادق علیه السلام روایت میکنند. حماد سمندری گفت اینی ادخلو بلاد شرک، امام من میرم به کشورهای کافر، به کشورهای مثلا شرک میرم، هند میرم، چین میرم، اونجا فرنگ میرم. و این من عندنا یقولون ان مته ثم حشرت معهم. اینجا بعضی از مقدس ها هستن به من میگن تو که در بلاد شرک میری اونجا اگر کشته مردی از دنیا رفتی با همون کفار محشور میشی، من چیکار کنم مولای من؟ امام صادق علیه السلام فرمودن قال فقال لی، فرمودن یا حماد اذا کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الیه، اذا کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الیه. فرمودن امام صادق علیه السلام حماد تو وقتی که در اون بلاد شرک میری، هندوستان میری، چین میری، فرنگ میری، روم میری، اونجا ما را یاد میکنی، مردم را به امامت ما در اون بلاد شرک دعوت میکنی یا نمیکنی؟ قلت نعم، عرض کردم مولایم بله من این کار را میکنم، من هر جا که میرم در اون بلاد شرک مردم را میگم که مولایم امام امیر المؤمنین علیه السلام، مولایم امام مجتبی، مولایم سید الشهدا، معجزات تمام انبیا را دارد، ائمه بر حق هستند. قال فاذا كنت في هذه المدن مدن الاسلامی تذكر امرنا و تدعو الیه، اما وقتی که اینجا هستی چطور؟ حماد در بلاد اسلام هستی، آیا هیچ وقت تو که در کشورهای اسلام هستی، در مدینه هستی، مکه هستی، شام هستی، کوفه هستی، اینجا مردم را به ما دعوت میکنی یا نمیکنی؟ قلت لا، گفتم نه مولای من در اینجا که نمیتونم، در مکه برم این کار رو بکنم دهنم را سرویس میکنم، مدینه برم، کوفه برم، شام برم، خب نمیذارن مرا این کار را بکنم، اینجا نمیتونم، اما بلاد کفر این آزادی را دارم. قال لی، امام علیه السلام فرمود انک ان تموت فما تحشر امتا وحدک و یسعى نورک بین یدیک. امام علیه السلام فرمود اگر تو اونجا بمیری، در همون بلاد شرک رفتی مردی، تو خودت یک امت محشور میشی و روز قیامت نور تو تمام جای را فرا میگیره، چهره نورانی تو اونجا تمام جا میگیره. برادر عزیز من، این جواب شما جماعت دجالیه.